اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من حکمتی رو از نهج البلاغه انتخاب کردم که مربوط به امام زمان ارواح نافدا هست. امیر المومنین علیه السلام در حکمت 209 نهج البلاغه کلام بسیار زیبایی دارن، کوتاه اما خیلی پرمعناست. بعد از این کلام نورانی آقا این آیه رو خوند: و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. معلوم می شود که حضرت این آیه رو در رابطه با حضرت حجت آخرین فرزندشون فرمودند. یه توضیح مختصری من بدم بعد این جمله رو معنا کنم. ببینید 11 امام ما طی 250 سال امامت داشت. شما هر چی تاریخ رو نگاه کنید اینا حقشون غصب شده. یعنی امیرالمومنین همون آغاز خلافت، آغاز بعد از رحلت پیامبر 25 سال خانه نشین شد. امام مجتبی به اندک زمانی کمتر از 6 ماه معاویه خلافت دست خودش گرفت، آقا اومد 10 سال مدینه خانه نشین شد. ابا عبدالله علیه السلام 10 سال دوران معاویه که عملا حکومت دست اونها بود، بعدم در کربلا به شهادت رسید. سید الساجدین 34 سال در مدینه. چه آدمای حاکم بودن! عبدالملک خروان 20 سال خلیفه بود. چقدر شیعه کش، حجاج چقدر شیعه کش، قنبرها، کمیلها. همینطور بیاید جلو، امام باقر علیه السلام، امام صادق و منصور دوانیقی چقدر جنایت کرد، چقدر ساداتو کشت. موسی بن جعفر تو حرم پیامبر آمدن دستگیرش کردن، زندان بردن، تو زندان به شهادت رسیدن. امام رضا چه سختی هایی، امام جواد، همشون هم به شهادت رسیدن. دو تا امام آخر که اصلا دیگه تبعید شدن، امام عسکری و امام عادی، در سامرا کاملا تحت نظر بودن. پس ائمه بزرگوار ما در سختی و استضعاف این گونه قرار گرفتند. خب یعنی ائمه که باید امام حاکم باشه، خلیفه باشه، اداره کننده جامعه باشه، این حق از اینها گرفته شد. خوب دقت بفرمایید چی عرض کنم. امیرالمومنین میفرماید ببینید دنیا این حق رو به ما برمیگردونه. یه روزی میرسه دیگه هیچ کسی، در واقع هیچ ظالمی در دنیا وجود نداره و یه حکومتی تشکیل میشه که رئیس اون حکومت، حالا به تعبیر بنده، امام معصومه. لتعتفن دنیا علینا، دنیا با ما مهربان میشه. این 250 سال که مهربان نبوده. حالا حضرت امیر که داره میگه هنوز 250 سال نشده، زمان خودشو داره میگه. دنیا که ما مهربان نبود، ولی دنیا بعد از این طغیان و بعد از این در واقع سرکشی یه روزی به ما بر میگرده. شما منتظر این روز باشید. عطف یعنی برگشتن. شماس، شین، میم، الف و سین یعنی طغیان.
لتعتفن الدنيا علينا بعد شماسه. دنیا بعد از این طغیانی که به ما کرد، من علی که 25 سال، خب حضرت پیش بینی میکنه فرزندانش هم چه اتفاقاتی براشون میفته، امام حسین، امام حسن، دیگران، ولی یه روزی دنیا عطف، ما عطوفت نمیگیم، با ما مهربان میشه. لتعتفن الدنيا علينا، دنیا به ما رو میکنه بعد شماسه ها، بعد از آنی که طغیان کرد. بعد حضرت دیگه، حالا امیر بیان دیگه، یه مثال قشنگی میزنه، میفرماید شتر وقتی بچه دار میشه، این شیر تو پستانش که جمع میشه، خب ساربان میاد شیر رو بدوشه، شتر بعد اخلاقی میکنه، نمیذاره و حتی حمله میکنه، حتی گاز میگیره، حمله میکنه. چرا؟ چون میدونه بچه داره، میدونه بچه داره، بچهش الان میاد شیر بخوره دچار مشکل میشه. هرچی ساربان میره سراغش، هرچی میره، اذیت میکنه، بدخویی میکنه. وقتی اینا میرن کنار، بچه میاد، این شتر راحت این شیر رو در اختیارش قرار میده. به اون شتر میگن زروس، زروس با سات، یعنی شتر بدخو. حضرت فرمود عطف زروس علا ولده ها. چطور شتر برای بچهش آروم میشه؟ هیچی نمیگه، میذاره راحت شیر بخوره. همینطوری که شتر به بچهش بر میگرده، شیرش رو به بچه بر میگردونه، دنیا هم آخرش قدرت رو به ما بر میگردونه. حکومت دنیا، به اصطلاح ولایت دنیا، حق ما، ببین شیر حق این بچه است، به دنیا آمده باید بخوره. برای ازای شتر اون ساربان رو رد میکنه، اما بچهش که میاد آرام میشه. دنیا هم ادارش با امام معصومه، نباید هارون و رشید و یزید و عبدالملک شرابخوار دنیا رو اداره کنن، نباید نتانیاهوی خبیث و عرض میکنم که ترامپ و بایدن و این آدم های ظالم اداره کنن. یه روز این اتفاق میفته، مطمئن باشید. خدای تبارک و تعالی قول داده، من الان قول خدا رو میگم، من یه بار دیگه این عبارت رو براتون میخونم، خیلی زیباست. لتعتفن الدنيا علينا بعد شماسها، دنیا بعد از طغیانش بر ما مهربان میشه. عطف الزروس، مثل شتر تندخویی که علا ولده ها، بر بچهش مهربان میشه و میذاره از شیرش استفاده کنه. و تلا عقیب ذالک، امیر المومنین بعد از این جمله این آیه رو خوند. آقا شما کجا میگی؟ از کجا میگی دنیا به شما برمیگرده؟ فعلا که الان حق شما رو غصب کردن، بعدها کربلا، زندان موسی بن جعفر، از کجا میگی؟ آخه این پیشبینی رو از کجا میکنی؟ حضرت از این آیه پیشبینی کرد. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. امام باقر علیه السلام فرمود این آیه راجع به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المومنین فرمود این مستضعف، منظور ما اهل بیتیم. حالا آیهشو میخونم، حدیثشو براتون میخونم. و نرید و انمن علی الذین، ما اراده کردیم. اولا نرید و فعل مضارع، یعنی این اراده دائمیه، موقت نیست. انمن، ما تو قرآن کلا 3-4 جا بیشتر نداریم خدا منت میگذاره. یکی در بعثت پیغمبر، لقد من الله علی المومنین، یکی نعمت اسلام، یکی نعمت هدایت، یکی هم همین نعمت امام زمان. و نرید و ما اراده کردیم انمن علی الذین استضعفوا، به مستضعفان عالم که چیکار کنیم؟ ان نجعلهم ائمه، اینا رو پیشوا قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، ما اینا رو وارث زمین قرار بدیم. ببینید آقایان، خواهران، این آیه راجع به بنی اسرائیل روشنه، چون فرعون ظلم میکرد، حکومت ظالمانه ای داشت، حضرت موسی و طرفدارانش رو آزار میداد، خدا وعده داد، گفت شما درست الان مستضعف واقع شدید، ولی فرعون نابود میشه، وراثت زمین به دست شما میفته و شما بنی اسرائیل حاکم میشید، که همینطور هم شد. ما اراده کردیم منت بذاریم بر مستضعفان بنی اسرائیل، اونها رو امام قرار بدیم و وارث. این اتفاق افتاد، ولی امام صادق فرمود هاذه الآیه جاریه الی یوم القیامه،
این آیه تا روز قیامت جاریه. اینطور نیست که این آیه فقط چطور خدای تبارک و تعالی امام رو تبعید کردن به عرض میکنم ترکیه، نجف، آیت الله سعیدی، آیت الله قفاری، بزرگان چقدر شهید کردن، ولی خدای تبارک تعالی منت گذاشت، مستضعفین رو نجات داد، اینا از زندان بیرون اومدن، از تبعید بیرون اومدن، امام به عرض میکنم اون جایگاه خودش رسید، ستمگران نابود شدن. این وعده خدا فقط مال یه قوم که نیست، همه ی اقوام مستضعف عالم بدونن. و نرید و من خدا اراده کرده انمون منت بگذاریم علی الذین استضعفوا، بر مستضعفین که چیکار کنیم؟ ممکنه زمان ببره، طول بکشه، اما اینا پیشوا میشن و اینا وارث حکومت و زمین میشن. خب یکی از مصداقهای این آیه وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافدا هست که امام امیر المومنین فرمود هم، یعنی این مستضعفون، آل محمد صلی الله علیه و آله. یبعث الله مهدیهم، خدا برای اینها یک امام زمانی میفرسته، بعد جهدهم، بعد از آزارهایی که کشیدن، سختیهایی که کشیدن، فیعزهم و یذل عدوهم، مردم مؤمن عزیز میشن، دشمنا هم خار میشن. عین معز الاولیا و مذل الاعداء. این کلام امیرالمومنین 209 همه شارحین نهج البلاغه نوشتن با توجه به آیه‌ای که آقا خوند، اشاره دارد به حکومت جهانی حضرت حجت که تنها حکومتی است که رأسش یک معصومه، هیچ کسی هم بالا سر اون معصوم نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا زمان موسی بن جعفر هارون حاکم باشه، مثل زمان امام رضا مأمون حاکم باشه، شخص امام زمان حاکمه. و روایت داریم شیعه و سنی هم نقل کردن، حالا میخونم آیهشم براتون، که تو تمام روستاها، خانه‌ها، مناطق اسلام نفوذ میکنه، صدای اذان شنیده میشه، بالاخره اسلام بر جهان غلبه کامل خواهد کرد در زمان حکومت حضرت حجت ارواح نافدا. که مهمترین آیه‌ای که تو این رابطه داریم من براتون میخوانم آیه 55 سوره نوره، منطقه خوب باید دقت بفرمایید. این آیه شریفه مفسرین نکات خوبی ذیلش نوشتن. در این آیه خدا سه تا وعده داده، من آیهشو میخونم، سه تا وعده داده که این وعده ها هیچ کدام اتفاق نیفتاده، اینا در زمان حکومت حضرت حجه در واقع نافدا اتفاق خواهد افتاد. بخونم آیهشو. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آی مؤمنا، آی عاملین به عمل صالح، خدا به شما وعده میده سه تا. یک، لیستخلفنهم فی الارض، شما در روی زمین حاکم میشید، استخلاف یعنی جانشین میشید. البته این یکی استثناءن قبلا هم اتفاق افتاده، چون برای بنی اسرائیل پیش اومده، کم استخلف الذین من قبلهم، این یکیش قبلا نمونه داره، قوم فرعون نابود شدن، موسی حاکم شد، پس استخلاف برای بنی اسرائیل پیش اومده. اما جالبه اون دوتاشو نمیگه من قبل، دومیش چیه؟ وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا، خدا یه دینی رو در آینده مستقر میکنه. کدوم دین؟ الان این همه دین تو دنیاست، مسیحیت، یهودیت، تو خود اسلام کلی اختلاف وجود داره. من از شما سوال میکنم کدوم دینه که خدا در آینده این دین رو در جهان مستقر میکنه؟ وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا، اون دینی که خدا رضایت داده، کدوم دینه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بقیه شما بخونید، و رضیت لکم الاسلام، این رضیت رو بذارید کنار این ارتضا، یعنی دین در واقع اهل بیت، یعنی امامان معصوم.
ببینید یه خورده کسی با حدیث و تفسیر آشنا باشه، خدا در اینجا خودش داره کد میده، میگه دینی که ارتضا، کدوم دین ارتضا؟ رضیت لکم الاسلام دینا. یه مثالی برای شما بزنم شاید خیلی روشن باشه. روایت داریم که مثلا فرقه های قبل 71 فرقه شدن، 72 فرقه شدن، مسلمان هم 73 فرقه میشن، البته الان بیشتر هم شدن، ولی شاید رؤوسش 73 تاست. الان تو اسلام شما تو خود اهل سنت چند تا فرقه است؟ تو خود شیعه اسماعیلیه، زیدیه، شیعه اثناعشریه، کیسانیه، ناووسیه، حالا خیلی هم سعی کردن این فرقه ها رو بشمارن که کیان، ولی حدیث و شیعه و سنی نقل کردن که رسول خدا فرمود 73 فرقه میشن بعد از من مسلمان ها. یکیش فرقه ناجی است. فرقه ناجیه که همه میگن ماییم، همه میگن مایی، هر که میگه فرقه ناجیه مایی. من یه مثال ساده برای شما میزنم. اگه یه معلم اومد سر کلاس گفت ببینید بچه ها، تو 40 تا محصلی که اینجا هم، من یکی رو خیلی دوست دارم، همونم میخوام بفرستمش مثلا فرض کنید اردو، میخوام جایزه بهش بدم، همه میرن تو فکر دیگه، این میگه منم، اون میگه منم، این میگه من. یه کدی باید این معلم خودش بده که بفهمه. اگه یه بابای 10 تا بچه داشت گفت بچه ها همه تون بچه من، ولی یکیتون رو خیلی دوست دارم، این دختر میگه منم، اون پسر میگه منم، اون یکی میگه منم، ولی یه کدی اگه بابا بده میفهمه. مثلا بگه اونی که دانشگاه فلان میره، میگن خب بقیه نیستن پس اینه. من از شما سوال میکنم، رسول خدا وقتی فرمود 73 فرقه میشن مسلمونا، یکیشون فرقه ناجیه است، یه کد نداده که این فرقه ناجیه کیه؟ چرا؟ مثل اهل بیتی کسفینتن نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، هر که سوار این کشتی بشه نجا. فرقه ناجیه اینجا هم نجا کد داده دیگه. آقا این نجا منظور اهل بیت علیهم السلام، اینجا هم داره کد میده، میگه ما سه تا کارو وعده دادیم برای شما، یکی شبیه داره در گذشته، استخلاف برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد، دو استقرار یک دینی که خدا به او رضایت میده. خب خودش در جای دیگه میگه رضیت لکم الاسلام دینا. سوم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، مردم یه روزی تو دنیا هیچی خوف نیست، امنیت کامل. آقایون خواهران تا حالا اتفاق نیفتاده، همین الان کلی خوف تو دنیاست، ترس، زلزله، اتفاق، حادثه، به قول آجای قرائتی خدا حفظشون کنه، فهمدن تو قرآن یه سری وعده هاییست که مسلم اتفاق نیفتاده. یکیش اینه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. الان اسلام بر کل دنیا غالب شده؟ نه، لیظهره على الدین کله نشده. دو وعده امنیت، این آیه قرآن دیگه، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، این هم اتفاق نیفتاده هنوز. پس خوفهم امنا لیظهر الدین کله ولیمکننهم، همه اینها در زمان حکومت جهانی ولی الله العظم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اتفاق میفته، وعده خداست، باید این لیظهر الدین پیش بیاد، الان پیش نیامده، باید من بعد خوفهم امنا اتفاق بیفته، ولی اتفاق نیفتاده. باید ولیمکننهم پیش بیاد، ولی هنوز پیش نیامده. پس شما بدانید حداقل، خستتون نکنم، سه تا آیه تو قرآن داریم شبیه همه، سه تاش هم الان آدرس میدم، این سه تا یک خط رو دنبال میکنه که اشاره امیرالمومنین در این حکمت 209 هم به همین. آیه اول پنج قصص خوندم، و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ده ها روایت داریم امام معصوم فرمود این مستضعف ماییم، حق ما رو خوردن در طول تاریخ، اما یه روزی خدا پیشوایی رو به ما خواهد برگردوند و ما رو وارث قرار خواهد داد، و این در زمان
ظهور امام زمان ارواح اونا فدا هست. این یک آیه. آیه دوم 55 نور بود، همینی که الان خوندم. وعد الله الذين آمنوا و عمل الصالحات، خدا به همه مؤمنا وعده داده سه تا کار براشون بکنه. لیستخلفنهم، بهشون استخلاف بده، یعنی بپذیرند حکومت دنیا رو و در واقع حاکمیت بر جهان رو یک امام معصوم و جامعه صالحین اداره کنه. اینم آیه دوم که سه تا وعده بشه. آیه سوم هم که همتون شنیدید، آیه شریفه سوره عرض میکنم اون اولی 5 قصص بود، این دومی 55 نور. آیه سوم 105 انبیا، لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما تو زبور نوشتیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حالا شما اینا رو کنار هم بذارید، اینجا یرثها داره، اونجا وارثون داره، اینجا لیستخلفن نداره. یک کمی کسی با فرهنگ قرآن آشنا بشه متوجه خواهد شد که خدای تبارک تعالی اراده کرده پایان جهان رو با حکومت معصوم، اونم حکومت جهانی، به اتمام برسونه، که حس به اینو میذارن فرج. لذا خدمت امام صادق بعضی ها میرسنن آقا متل فرج، منظورشون از فرج همین بود، یعنی این گشایشی که شما اهل بیت، آقا الان که شما امام صادق کنارید منصور داره حکومت میکنه، الان که موسی بن جعفر زندان هارون داره ظلم میکنه، معلومه. اما این مؤمنین و عاملین صالح که در طول تاریخ اومدن، این اتفاق براشون خواهد افتاد. به سه آیه‌ای که خوندم و با این کلام امیرالمؤمنین که لتعتفن الدنیا، دنیا به ما بر میگرده، اون شماس و اون طغیانش تمام میشه، یه روزی با ما مهربان میشه، همونطور که شتر به بچهش مهربان میشه. عطف الزروس علا شماس. منتها یه نکته اینجا مهمه و اون نکته این است که وقتی انسان یه هدف عالی داره، نباید برای رسیدن به اون هدف عالی از هدفهای میان و کوتاه غافل بشه. یعنی چی؟ آقا ما یه هدف عالی داریم، امام زمانی بیاد یه حکومت جهانی تشکیل بده، خب حالا چی کار کنیم؟ حالا بنشینیم دست رو دست هم بذاریم تا اون اتفاق بیفته؟ الان 1200 سال از غیبت میگذره. نه، شما اگر شب تاریک شد و برق رفت و در ظلمت بودید، بله طلوع خورشید مشکل حله، همچی که آفتاب بزنه این تاریکی تمام میشه، ولی بچت داره میترسه، خودت داری میلرزی، اتاق سرده، تاریکه، ما میشینیم تا صبح میلرزیم و دو تاریکی هم میمونیم، خورشید بزنه تمامه؟ بله تمامه، ولی یه چراغ روشن کن، هم گرم شی هم نور داشته باشه. عقل به انسان حکم میکنه، هیچ آدم عاقلی درای رسیدن به یه هدف عالی از اون کارهایی که خودش ازش میاد غافل نمیشه. آقا خانه آتیش گرفته، بچه ها بشینیم بسوزیم، آتش فشان میاد، بله بیاد خیلی خوبه، از این شلنگای پر آب داره، فوراً خاموش میکنه، ولی تا برسه ممکنه 10 دقیقه یه رو همه چیز از بین میره. خودتونم پاشید یه شلنگ آبی، حالا بله شلنگ آب شما با شلنگ آتش فشان خیلی فرق میکنه، یه پتوی، یه دادی، یه فریادی. کدام عاقلی زمستان میلرزه به امید تابستان؟ کدام عاقلی تابستان گرما میخوره به امید زمستان؟ یه کولر روشن کن، بله زمستون که بیاد کولر رو خاموشش کن، اصلا نیازی هم نیست. لذا در روایات ما وقتی وظایف مردم در زمان غیبت تعیین میشه، این چیزیه که متاسفانه جریان های انحرافی این رو در واقع بد جلوه دادن. آقا حتی بعضیا حکومت هم تشکیل دادن و اشکال میگیرن، آقا شما حق ندارید. حضرت امام خدا رحمت کنه محکم، من یادم توی یکی از سخنرانی ها، چون امام با کسی تعارف نداشت، محکم ایستاد مقابل این تفکر، فهمون این حرفه که دنیا باید از ظلم بشه ما بشینیم کمک کنیم به ظالم، که خلاف قرآنه. قرآن کریم میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، شما
اگر قراره امامی ظلم زدایی کنه شما نباید دامن به ظلم بزنی. این خیلی نکته مهمی است. عقلانیت حکم میکنه که در دوران غیبت انسان اون وظایفی که داره، که یکی از مهمترین اون وظایف ارجاع به علماست. ده ها روایت داریم از امام عسکری، از خود امام زمان، از امام صادق، پر کتابامون، که مردم در این دوران این چنینی به روات احادیث ما مراجعه کنید. نرید سراغ صوفی ها، نرید سراغ عرفان های باطل، نرید سراغ امثال احمد حسن ها که دارن سرکیسه میکنن، دارن با این توطئه هاشون جوان ها رو از مکتب اهل بیت جدا میکنن. بله خیلی هم دارن کار میکنن این جریان های انحرافی که تعدادشون هم کم نیست. شما ببینید یک کتابی نوشته که از آقایان توی قم به نام مهدیان دروغین، آقای رسول جعفریان. فقط ببینید چه آدم ادعای مهدویت کرده، از علی محمد باب، از غلام احمد قادیانی، از اون آقای سودانی، از دیگران چقدر ادعای ملاقات، ارتباط. الان مواظب باشید ببین ملاقات با امام زمان هم اگه سید بحرالعلوم یکی دربارش نقل کرد، سید بحرالعلومه، همه میشناسنش، عادله. اولا خودش نگفته، بعدا متوجه شدن، ثانیا دفتر و دستک و دکان نخواسته باکن. این فرق میکنه با اون آدمی که میخواد با ادعای ملاقات مردم رو به خودش جذب کنه. خیلی گفتن مواظب باشید، شما برید سراغ علما. من همیشه اینو گفتم، این بدن سالمه بینی و بین الله شما از زمان غیبت صغرا که کلینی اون زمان بوده دیگه، مرحوم کلینی، بعدش شیخ صدوق، بعد شیخ طوسی، بعد سید رضی، سید مرتضی، تا امروز مراجع فعلی، این بدنه اشکال نداره. ممکنه دوتا افراد غیر معمول هم توش پیدا بشه، ولی بدنه علما. لذا امام عسکری و مود مرزبانان دین در دوران غیبت علما هستند که شیعیان ما رو از شیطان حفظ میکنن. این وظیفه ماست تا اینکه انشاءالله این ظهور اتفاق بیفته و این ست آیهی که امشب خواندم تحقق کامل پیدا کنه و به تمیم و به تعبیر بلند امیر المومنین. چقدر من دلم میخواست تو این جشنای نیمه شعبان این حدیث رو مینوشتن، این کلام 209 نهج البلاغه. حالا دیر نشده، انشاءالله سال آینده تو این پیامبر اعظم تو این خیابان ها تابلو میشد، نهج البلاغه امیر المومنین. لتعتفن دنیا علینا بعد شماسها، ترجمهش هم میزدن، دنیا بعد از طغیان به ما بر میگرده، دنیا به ما رو خواهد کرد، اینطور نخواهد ماند. انشاءالله خداوند به هممون توفیق درک ظهور رو عنایت بفرماید. خدا رحمت کنه سید ابن طاووس رو. یه زیارتی دارد تو مفاتی به نام زیارت جمعه، خیلی قشنگه. این زیارت رو تو همه اول مفاتی هم هست، ایشون خیلی تأکید میکنه، میگه روزهای جمعه اینو بخونید. در اون زیارت 7 سلام به امام زمان میده. اونجا اینطور شروع میشه: السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا نور الله الذی بهی یهتدی المهتدون، السلام علیک یا عین الله الناظره، ای چشم خدا، ای عین اللهی که همه چیز تحت نظارت توست، السلام علیک ایها المهذب الخائف، آقایی که مثل حضرت موسی خائفی، نه ترس داری، نگرانی، میخوای این اتفاق بیفته. موسی که نمیترسید، گفتن خائفن یترقب، یعنی موسی نگران بود دین مردم مشکل پیدا نکنه، نه خودش میترسید. کسی خائفن رو معنا نکنه موسی ترسو بود، علیه بالله موسی عین شجاعت علیه السلام. موسی علیه السلام خائف از مردم بود. اونجا هم میگیم السلام علیک ایها المهذب الخائف. چند تا از این سلام ها رو با هم بدیم و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله الناظره، السلام علیک یا نور الله الذي به يهتدي المهتدون، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك يا عين الحياة
یا بقیت الله فی ارضه، ای روشنی دیده احرار کجایی امام زمان، ای روشنی دیده احرار کجایی، وی شمع فروزان شب تار کجایی، یبن الحسن جانها به لب آمد ز فراغ رخ رویت، هستیم همه طالب دیدار کجایی، یبن الحسن یبن یبن الحسن. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، محبت ما رو به امام زمان ابلاغ بنما. خدایا به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، مشکلات کشور ما رو مرتفع کن، شر دشمنان به ویژه توطئه کنندگان، عاملین جنگ ترکیبی، جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ نظامی، از همه جهت به ما هجمه کردن. خدایا به آبروی امام زمان شرشون رو به خودشون برگردان. این احزابی که علیه نظام جمهوری اسلامی کمر به سقوط و براندازی این نظام بستن، خدایا خودشون رو برانداز، روز به روز این نظام اسلامی رو مستحکمتر بگردان، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، جوانانمون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده. خدایا خیلی بیماران سفارش کردن، بیمارانمون جانبازانمون به آبروی اهل بیت شفا عنایت بفرما، به مقربان درگاهت اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای امنیت، سلامت، حریم، شهدای جنگ، انقلاب، این شهر، خاصه روح ملکوتی حضرت امام از این جلسه بهره مند بگردان و عجل اللهم فی فرجه.